دلایل مهمی که شخصیت انسان‌ها رو از ماهیت که رشد به شباهت خدا می بوده را به انحراف کشانده، پدیده‌ای به نام کینه و نفرت می باشد که باعث بذر تلخی و ناآرامی روح و همچنین آشفتگی روان و درد و رنج جسم و حتی سبب رفتار و ناهنجاری هایی در خوی و منش آدمی نیز شده است. نویسنده ای از این رو این گونه میگه که کینه پنهان نمیماند. یعنی اون کینه که در وجود انسان هست این گونه نیستش که حبس شده باشه. به نوعی خودش رو نشون میده در رفتار، در صحبت، حتی در نوع نگاه ها. همه ما این احساس داشتیم، اگر کسی از دست ما ناراحت بودش قبل از اینکه صحبت بکنه شاید با نگاه، شاید با یک رفتاری متوجه اون شدیم که باشه که فقط با یه نگاه و صحبت باشه. بعضی موقع کینه ها متاسفانه فاجعه ایجاد میکنه. گذشته از این که شیطان در باغ عدن با ایجاد حس بدبینی در ذهن حوا نسبت به خدا و سخنان خدا دلیل بی‌اعتمادی شد، در باب چهار شاهد این بدبینی و این نوع بذر کینه ما در وجود فرزند آدم و حوا میشیم که میبینیم که قائن وجودش پر از خشم و عصبانیت هستش و با توجه به این که تنها برادرش هابیل روی کره زمین با اون بوده و پدر و مادر، اما نه به دلیل منطقی، نه حتی نه به دلایل روحانی و هیچ دلیلی رو ما نمیتونیم در برابر او قرار بدیم، که فقط به خاطر این که خداوند از هدایای هابیل خوشنود بود اون رو به قتل میرسونه و باعث مرگ اون میشه، که همون گونه که عرض کردم تنها برادر او بود. ولی این کینه چه قدرتی هست که میتواند افراد رو به اوجی برسونه که عزیزترین شخص خودش رو برنجونه و یا عزیزترین شخص خودش رو از صحنه حیات و زندگی دور بکنه و اون رابطه دیگه بین اون و اون شخص به هیچ وجه نباشه، نه از نظر فیزیکی نه از نظر احساسی باشه. یک مثال آفریقایی اعلام میکنه: از هر کس که از تو کینه دارد دوری کن، حتی اگر او مگس و تو فیل باشی. یعنی تا این مرز که حتی ضعیف هم که باشه مسلماً به تو آسیب خواهد رسوند. داوود پادشاه یک چنین تجربه ای رو داره و در مزمور 35:11-12 این گونه اعلام میکنه: شاهدان کینه‌ور برخواسته چیزهایی را که نمیدانستم از من میپرسند. یعنی حدسشون رو، گمانشون رو حقیقت نداشته، چیزی بوده که شیطان که پدر دروغگویان هست با او صحبت کرده و دلیلی شده که توی این موقعیت متاسفانه بتونن اونها به داوود مطالبی رو بگن که نه، بازم میگم منطقی بوده، نه روحانی بوده، نه صحت داشته، نه مدرکی داشتن. شاهدان کینه‌ور برخواستن چیزهایی را که نمیدانستم، یعنی چه اطلاعی نداشته، از من میپرسن. به عوض نیکویی بدی به من میکنن، جان من بیکس گردانیدن. یعنی جان من ناامید و پریشان شده به خاطر این موقعیتی که در اصل چه بسا دوستانش بودم، چه بسا پیروانش بودم، چه بسا جزو سرباز، لشکر، فرمانده های ارتش داوود بودن که با او مدام در موقعیت کینه‌ورزی روبرو می شدن، اما اصلا صحت نداشته. هرچند
دلخوری و تلخی دل از تجربیات غافل کننده‌ای برای افراد ایجاد می‌گردد که هیچ انتظار آن را از مخاطبین خود نداشتند. اما اگر حکمت، رحمت، محبت، بخشش به موقع به داد این زخم‌های کوچیک که باعث سوء تفاهم بوده، حالا فرق نمی بین زن و شوهرها، بین والدین و فرزندان، بین دوستان، بین افراد خانواده، بین همکاران که یه سوء تفاهم میشه، اما اگر این زخم به موقع درمان نشه، درباره‌اش صحبت نشه، اونجا شیطان دامی رو پهن میکنه به نام کینه که بتونه اونجا سلطنت بکنه و باعث هلاکت رابطه ها بشه، باعث هلاکت آرامش بشه، باعث هلاکت سلامتی بشه، عشق بشه، محبت ها بشه. و در این مسیر تاریخ ثابت کرده که چه کینه هایی متاسفانه خانواده ها رو به هم ریخته، دوستان رو به هم ریخته، یک جامعه رو به هم ریخته. 41 سال پیش چه اتفاقی افتاد؟ امروز بعد از 41 سال اکثر مردم ایران، اکثر اونهایی که در اون تظاهرات ها بر علیه محمد رضا شاه بودن، میگن ما اشتباه کردیم. بعد اینا که میگن ما اشتباه کردیم کیا هستن؟ افرادی مثل من که 15-16 سالم بود، هیچی نمیدانستم، 14-15 سال، افرادی که جزء اساتید دانشگاه بودن، متاسفانه حتی متاسفانه جزء دولتمندان زمان شاه هم بودن، جزء کسایی بودن که با بورس دولتی به آمریکا، به اروپا اومده بودن بر علیه این نظام پادشاهی اقدام کردن و شورش کردن، و چه افرادی بودن که همه در مسیر این که شاه خیانت داره میکنه، شاه داره باعث عقب افتادی جامعه میشه، ظلم و ستم میشه، به توسط یک کینه مصنوعی دلهای خودشون رو تاریک کردن و مجال اینو ندادن که این سرزمین رشد بکنه. هرچند میدونیم که عنصر این کینه متاسفانه از یک باور دروغین به نام اسلام اومد و این اسلام بود که معلمین خودش رو در این مسیر قرار داد تا مردم رو با یک کینه های الکی، چیزهای دروغین فریب بدن. پس کینه قدرت داره، چون این کینه از طرف شیطان میاد و از آنجایی که کینه با محصولات سمی همچون آزردگی، بدبینی، خشم و عصبانیت، غیبت و تلخی، داوری بد، استرس و گاهی شتاب زدگی همراه هست، تشخیص یک اندیشه خردمندانه را از شخصی که کینه و نفرت داره به راحتی میگیره. بهترین نمونه زمانی هست که عیسی مسیح با مخاطبین خودش غیر از مردم، فریسیان، صدوقیان، کاتبین صحبت میکرد و با پیروان اونها. اونها از کلام خدا آگاه بودن، متوجه کلام خدا بودن، منتظر ماشیه بودن و اگر دقت کرده بودن در کتاب اشعیا فقط باب 53 به راحتی متوجه میشدن که عیسی مسیح خداوند است. آمین. که عیسی مسیح نجات دهنده هستش. اما از اونجایی که آسیبی که از زمینه کینه‌ای که در دلشون بود و تازه نشده بود این دل خورده بودن، متاسفانه فریب شریر رو به راحتی 2000 سال پیش خوردن و باعث مرگ مسیح روی صلیب شدن، هرچند او قیام کرد. مطابق مرقس 14:56 و انجیل یوحنا 15:25 اشاره میکنه از کینه و نفرتی که صدوقیان، فریسیان و در از کاتبین و کاهنان در اون زمان داشتن. مسیح با توجه به اینکه معجزات بسیاری کرده بود، سخن او باعث تسلی میشد، سخن او تأثیر میداشت چون نفوذ داشت، سخن او حتی بر کسایی که بت پرست بودن تأثیر میذاشت و همه او رو دوست داشتن. مثل امروز، امروز من با دوستانی که در تماس هستم که اصلا خدا باور نیستن ولی مسیح رو بهترین اندیشمند به زمان خودشون میدونن، خدا رو قبول نداره ولی اون قبول داره. اگه یادتون باشه سالها پیش دکتر روانشناسی رو
اینجا آوردم، حالا اسم نمیگم، شاید ایشون راضی نباشه، حتی در تلویزیون بردم. ایشون گفت عزیزم من خدا رو قبول ندارم. اینجا هم تو همین کلیسا گفت. اما اگر خدایی هست، عیسی مسیح هست. پس مسیح حقیقتا در جایگاهی هستش که همه به حکمت او، به اعمال او ایمان داشتن و دارن. اما چگونه بود که فریسیان و صدوقیان این درک درست رو نداشتن و علتش این بود که کینه و نفرت این حقیقت رو از اونها گرفته بود و این سری که عیسی مسیح خدای جسم پوشیده است و بر روی زمین آمده جلوی چشمان اونها رو نیز بسته بود و نمی توانستن مکاشفه این سر رو ببینن. اینها رو عرض می کنم خدمتون که هوشیار باشیم، نه تنها نسبت به امور روحانی. اگر در قلبت کینه ای هست، اینو بدون این کینه فقط از طرف شیطانه. اسم دیگه روش نذار لطفا، اسم دیگه روش نذار. اگر فکر میکنی کینه ای داری در قلبت، از دوران کودکی تا به امروز، از محیط کارت، از محیط مدرسه‌ت و هر کجا، از اون آزاد شو امشب. امروز آزاد شو، دعا کن امروز آزاد شی. چرا که چشمان روحانی ما رو میبنده تا حقیقت رو همون گونه که فریسیان ندیدن ما نیز نتونیم ببینیم. در انجیل یوحنا 10:31-33 اعلام میکنه: آنگاه یهودیان با سنگ ها برداشتن تا او را سنگسار کنن، یعنی عیسی مسیح. عیسی بدیشان جواب داد: از جانب پدر خود بسیار کارهای نیک به شما نمودم، به سبب کدام یک از آنها مرا سنگسار میکنید؟ یهودیان در جواب گفتند: به سبب کفر. همون چیزی که من و شما میگیم، ما وقتی که میگیم عیسی مسیح خداست، از نظر شیطان و مذهبیون این کفره، از نظر کسایی که کینه شیطان در قلبشون هست این کفره. پس تعجب نکنید، چون به سرور ما گفتن. و اگر شما میگید مسیح خداست، میگن بابا اینو کفر میگن. اینو بدونید که به خاطر دل پرکینه‌شون هست، خودشون هم خبر ندارن. زیرا تو انسان هستی، فریسیان دارن به مسیح میگن، و خود را خدا میخوانی. عیسی در جواب ایشان گفت: آیا در تورات شما نوشته نشده؟ میگه تورات شما، چون اونها ادعاشون این بود که این تورات مال ماست. تو داری از چیز دیگه صحبت میکنی، تورات فقط برای ماست، فقط برای ما قوم اسرائیل. و ذهنیتشون ناسیونالیستی فکر کردن بود، نه انترناسیونالیستی که به تمام دنیا نگاه کنم. آیا در تورات شما نوشته نشده است که من گفتم؟ میگه من گفتم، باز داره میگه اونجا من گفتم. این اقتدار مسیح هست. شما خدایان هستید، پس اگر آنانی که کلام خدا به دیشان نازل شده خدایان خوانده و ممکن نیست که کتاب محو گردد، یعنی ممکن نیست کتاب دروغ گفته باشه، خدا با اونهایی که در تماس بوده اونها رو خدایان خونده، و چقدر بیشتر عیسی مسیح خدای حقیقی هست. اما کینه متاسفانه مانع این حقیقت شده بود و این مجال رو اجازه نمیداد که فریسیان و کاتبین درک کنن. اندیشمندی اعلام میکنه: هر آنچه امروز تجربه اش را میکنید نتیجه یک دیدگاهی هست که از گذشته اومده. پس تعجب نکن اگر شما میری خبر خوش نجات رو به دیگران میدید، یکی بلافاصله میپذیره، چقدر خوشحال میشی. یه نفر 10 سال باش صحبت میکنی نمیپذیره، چون هنوز اجازه نداده. حزقیال 36، حزقیال 11، یوئیل 2:28 دلش تازه بشه. با دل تازه گوشهای روحانی قوی داشته باشه و اون رو بشنوه و در اون جایگاه نیز قرار بگیره. و اگر توجه کرده باشیم در طول تاریخ از این منبع تباهی و رنج که کینه هست، انسانهای دور از حقیقت بر علیه انسانهایی که به دنبال حقیقت بودن نیز بودن و مدام به اونها دشمنی کردن و همین دلیلی شده که کینه‌جو بشن و به تبعیت از شیطان نیز عمل بکنن. ولی خیلی جالبه، مردم بر علیه حقیقت انجیل مسیح، وقتی میگم مردم، اونها که هنوز درک نکردن،
دولت‌های اسلامی، دولت‌های کمونیستی که می‌دونن انجیل مسیح صحبت از محبت بلاعوض می‌کنه. هرگز هرگز در انجیل مسیح هیچ قسمت ما نمی‌خونیم که آمده باشه کسی که هم باور مسیحی نیست کفره، کافر هست، نجس هست و اونو بکشید. همه جا صحبت از محبته، حتی میگه به دشمنان محبت کنید. اما دولت‌های اسلامی و دولت‌های کمونیستی مدام مسیحی‌ها رو در جفا قرار میدن، نمیدانن، چرا که تمام قلبشون پر از کینه شیطانه و مجال این رو ندادن که این حقیقت بر اونها آشکار بشه. این رو میگم خدمتون که اگر میخواید برای کسی دعا کنید، اول دعا کنید که قلب اونها از کینه شسته بشه، از کینه هایی که میتونه توی خانواده بوده باشه، بین دوستا بوده باشه و توی موقعیت های تعلیمی در جامعه نیز گرفته شده باشه، مثل جامعه ما، جامعه ایرانی ها که متاسفانه آلوده به باور اسلامی هستن. از دوران کودکی بدون اینکه ما متوجه این موضوع بشیم، کینه ای در قلب ما به نام شخصی به نام یزید و شم قرار دادن، کینه کاذب و فرضی. نه من شم رو دیدم، نه یزید رو دیدم، خبرم از هیچ چه ندارم. فقط این آخونده میرفت اون بالای منبر میگفت شم این کارو کرد با حسین، این که حالا حسین چه کار است، اون چه کار کرد، اصلا اون به چه درد من میخوره، هیچ اینم نمیدونیم. بی خودی برای حسین و طایفش که در هر صورت میمردن تو این سالها، بی خودی تو سر خودمون زدیم، مغزا رو همه رو به هم ریختیم، به جای اینکه بچه‌ها جوان‌ها ما دنبال استعداد برن، خلاقیت‌ها برن، متاسفانه آلوده افسانه‌های دروغین شدن و یک کینه‌ای در دل ما قرار گرفت که شمر بده، یزید بده. حالا هر کسی هم که بد میشد میگفتیم شمره، این فلانی مثل شمره و مثل یزیده، غیر از این بود. و این هست که میگم شیطان چگونه میتونه کینه را در دل قرار بده و همین کینه ها باعث عز میخوام بیخردی 41 سال پیش اکثر ایرانی ها در سرزمین ما شد و خدا اجازه داد که امروز ما متوجه این حقیقت بشیم که باوری به نام اسلام دلیل کینه ها هستش که مجال خردندیشی رو به ما نخواهد داد و از این باور نیز میباید آزاد شد تا در جایگاه درستی قرار بگیریم. اما آیا شما نهضتی رو در دنیا دیدید که بر علیه شیطان باشه؟ یک نهضت که بر علیه شیطان باشه، درسته ما خبر خوش نجات رو میدیم، اما ما قصد جنگ نداریم، ما داریم دعا میکنیم، چون که مطابق کلام خدا میدونیم جنگ ما جنگ روحانیه. ما دعا میکنیم، فرشتگان و خدا دارن می جنگن، ما که نمی جنگیم، نمی خواهیم سر خودمون کلا بذاریم دیگه، داریم دعا می کنیم. شمشیری که جدن تو دست دیستش که ما دعا می کنیم و می دونیم که در آسمان اتفاق بزرگی می افته و فرشتگان بر علیه روحای شرین مبارزه می کنن. دعای ما هستش که داره عمل می کنه، اما جنگ رو دارن اونها می کنن. اما هرگز روی کره زمین ما نهضتی ندیدیم که بیان میگن ما شیطان رو دیدیم، حالا می خواهیم شیطان رو نابود کنیم. چرا؟ چون که شیطان که بر علیه خودش نخواهد بود، مطابق آنچه که در انجیل متی 12:26 عیسی مسیح میگه. پس شیطان بر علیه خودش نیست، اما این هوشیاری رو ما باید داشته باشیم که مجال این رو ندیم شیطان در قلب ما باشه. این مبارزه ای ماست. پس اگر کینه ای در قلبت هست، از هر کجا میاد، حتی گاهی مثلا میگی آره من بچه بودم فلانی پسرمو معلمم منو اذیت کرد، اگر این پیام شما از یک کینه و نفرت میاد، باید در حضور خدا شفا بگیرید و تشویقتون میکنم کلاسه امیر جان رو لطفا برید، تشویقتون میکنم که در این قسمت کمک بگیرید برای شفا. و این شفا برای شما شفای جسمونیز میاره، چرا که 100% کسی که کینه به دلش داره، گذشته از اینکه آسیب به روان خودش میزنه، تصمیمات خودش میزنه، آسیب به جسم خودش نیز خواهد زد. و ما میدانیم مطابق آنچه که مسیح انجام داد، به عنوان یک ایماندار نه کینه به دل میتونیم بگیریم، نه میتوانیم نسبت به کسایی که به ما کینه دارن کینه داشته باشیم. باید ببخشیم تا بخشیده شویم، همون گونه که در انجیل لوقا 23:34 می‌خوانیم که عیسی مسیح روی صلیب گفت خدای پدر پوست همه اینایی که منو اذیت کردن بکن.
بله؟ من فکر کنم کتاب مقدس هم باید عوض کنم. گفت خدای پدر از گناه اینان بگذر که به من آب دهان زدن، سیلی زدن، فش دادن، شلاق زدن، تاج خار بر سرم گذاشتن، پهلوی مرا پاره کردن، دست و پای مرا سوراخ کردن، زیرا نمیدانن. زیرا نمی، هم دلیل منطقی آورد هم دلیل روحانی آورد. زیرا نمیدانند خدایا. پس این نگرش من و تو باید باشه تا مبادا به دام کینه قرار بگیریم. و این همون فرمول رهایی انسان ها از دام کینه ها و نفرت هست، تا برای کینه جویان نسبت به خود رحمت و نیز دعا و برکت رو بخوایم. مطابق باز انجیل لوقا 6:27-28 که اعلام میکنه: ای شنوندگان، شما را میگویم، ای حق جویان، ای کسایی که تصمیم گرفتید با کلام خدا عوض شید، چون روح القدس رو داری، چون روح القدس رو داری، خدا قوتش به تو میده، مشروط بر این که حقیقتاً برای سلامتی زندگیت اهمیت قائل بشی، سلامتی جسمت، سلامتی روحت، سلامتی روانت، سلامتی رابطهات، سلامتی اقتصادیت، تمام موقعیتات، اگر اهمیت میدی باید به تعلیم خدا نیز اهمیت داد. و ادامه میده: دشمنان خود را دوست دارید. نه دشمن مثلا بگی آخ این برادر من، شما نمیدونید از بچگی منو اذیت میکرد. اون دشمن فرضیه. دشمن اصلی من و تو شیطانه. معلمی داشتم، این معلم همیشه بد منو میخواست. خیر، اینا دشمنای فرضی هن. دشمن حقیقی ما فقط شیطانه. دشمن خود را دوست دارید، یعنی اون دشمنای فرضیتون رو، حالا به هر عنوانی هست، و با کسانی که از شما نفرت کنن، یعنی کینه توزی دارن نسبت به شما، احسان کنید، محبتشون کنید. چگونه محبت؟ محبت بلا عوض، محبتی که فقط محبت میکنه، فقط محبت میکنه، نتیجه گیری نمیکنه. که چرا من باید این محبت رو انجام بدم؟ و هر که شما را لعن کند، یعنی هر که طالب مرگ شماست، دورجون ببخشید، هر که شما را لعن کند، برای او برکت بطلبید، یعنی حیات جاوید رو برای او بخواید. اون مرگ میخواد، ولی تو حیات جاوید رو. موقعی که عیسی مسیح این رو گفت واقعا چقدر سخت بود. الان هم میتونه سخت باشه، اما ما میدونیم وقتی از روح القدس پر میشیم، دل ما تازه میشه. با دلی تازه ما میتوانیم دشمنان خود رو ببخشیم و حتی محبت کنیم، دعای برکت کنیم. و اعلام میکنه: و برای هر که با شما کینه دارد دعای خیر کنید. یعنی هر کسی که برای شما دامی رو ایجاد کرده تا هلاکتون کنه، توی یک موقعیتی قرارتون داده که آسیب بخورید و اذیت بشید، برای اونها دعا کنید. و این گونه هستش که ما میتونیم رهایی یابیم، هم از کینه هایی که در دلمون هست، هم از دست کینه توزایی که بر علیه ما هستن. اندیشمندی اعلام میکنه: نفرت ویران میکند، عشق، خودتون بگید، شفا میده. من ایمان دارم کلاسایی که امیر جان میذاره، ببخشید من همش تبلیغ کلاسا شما رو میکنم، یه پورسانتی هم به ما بدید. کلاسایی که امیر جان میذاره چون برای شفاست، با عشق میاد. برای همین هست وقتی میشینید گوش میکنید میگید چقدر این کلاسا خوبه، چون دارید شفا میگیری، با محبت خدا داری شفا میگیری، با عشق داری شفا میگیری، کلامو میخونی میگی وای چه کلام خوبیه، تو داری شفا میگیری. موعظه رو گوش میکنی میگی نه به درد دست شما درد نکنه، به موعظه که رسید شما میگید موعظه رو گوش میکنید چون از کلام خداست شفا خواهید گرفت. تا با کینه زندگی نکنید، چرا که همون گونه که این اندیشمند اعلام کرد، کینه ویران میکند اما عشق شفا میده. کینه ویران میکنه، اولین کسی که ویران میکنه خودتون بگید کیه؟ خودم هست، من هستم. اول منو ویران، اول از درون من به من آسیب میزنه. پس برای سلامتیت لطفاً آنچه که کلام خدا گفته رو انجام بده. شخصی که یک مزرعه داشت متوجه میشه چند روز یک بار یک روباهی میاد و مرغای اونو میگیره و میبره و میخوره.
خیلی ناراحت بود از دست این روباه. و همه بهش گفتم بابا یکی از این طلاها بذار، این گیر میکنه میمیره. که من نمیخوام این بمیره، من میخوام پوست اینو بکنم، داغونش کنم، من نمیخوام این راحت بمیره، این همه مرغای منو کشته. میگم خب چی کار کنی؟ میگه میخوام یه تله بذارم و اونو بگیرم، فکر کنم دومش قشنگترین قسمت بدنشه. همه میگن آره آره. میگه میخوام دومش آتیش بزنم یه عمر اذیت بشه. میگم بابا چه کاری اون حیوان غریزه داره؟ میگن نه من هیچ. بالاخره یه دامی میذاره روباه رو میگیره، وقتی روباه رو میگیره رو دومش خود نفت میریزه، یه کبریت هم میزنه. روباه هم ده به دو کجا؟ تو مزرعه خودش، مزرعه که به عمل اومده بود و آماده برداشت، اما با همین دم آتیش گرفته روباه هر کجا میرفته یه خود وای میساده دومش رو خاموش کنه، اون محصول هم آتیش میگرفته. روباه با دم سوخته رفت، اما مزرعه دار تمام مزرعهش هم سوخت. پس ما نمیتونیم حتی نسبت به موقعیت‌های بد با کینه بریم به دنبال انتقام، چرا که آسیب خواهیم خورد و باعث درد و رنج ما نیز خواهد شد. همون گونه که گفتم در طول کتاب مقدس تنها روشی رو که به ما کلام خدا میآموزه همون روشی است که مسیح گفت، همون روش است که باید ببخشیم تا بخشیده شویم و نمیتونیم با کینه زندگی کنیم. هرچند بی سبب کلام خدا داره به من و شما راه یاد میگه، بی دلیل میگه ببین دنبال دلیل نرو. آخه شما میگه یه نفر از دستت ناراحته به هر دلیلی، یه نفر تو رو اذیت کرده توی خانواده، توی فامیله، توی دوستت، هر کجا میگه ببین دنبال دلیل نرو. این کینه شایسته تو نیست که فرزند خدا هستی، شایسته تو که نیستش که میخوای در سلامتی زندگی کنی. باز داوود پادشاه در مزمور 109 1-4 اعلام میکنه ای خدای تسبیح من، یعنی ای خدایی که تو شایسته پرستش هستی، خاموش مباش. یعنی ببین چه بلایی داره به زندگی من، به فکر من، به احساس من اومده. زیرا که دهان شرارت، باز شیطان، و دهان فریب را بر من گشودن، یعنی به توسط پدر دروغگویان بر علیه من هستند، و به زبان دروغ یعنی توهین بر من سخن گفتند، با غیبتشون، با افترا، به سخنان کینه مرا احاطه کردند، منو پریشون کردند و بی سبب با من جنگ نمودند، به عوض محبت من با من مخالفت میکنند، و اما من دعا میگه اما من دعا میکنم. این تو عهد جدید نیست، اینو داوود پادشاه در عهد عتیق داره میکنه که دعا میکنم، میبخشمشون، برکتشون میدم و مجال این رو نمیدم که خدا کینه‌ای در دل من باشه من به جای تو بجنگم. خروج 14:14 چی میگه؟ تو نجنگ، من برای تو میجنگم. خدا داره به قوم میگه، میگه تو شما نمیخواد بجنگید، من برای شما میجنگم. اگر ما چنین خدای محبتی داریم که پدر ما هست، اون جایی که دلت آزرده میشه بلافاصله ببخش، بسپر تو دستای خدا تا مبادا اون جا و مکان دوباره قلعه شیطان بشه. ما ایمان داریم با فیض خداوند قلعه های شیطان در فکر و ذهن ما ریخته شده، آمین. اما ایمان داری که هنوزم رد پای شیطان تو فکر و ذهنت هست؟ چرا وسوسه میشی؟ چرا گناه میکنی؟ چرا دروغ میگی؟ چرا عصبانی میشی؟ چرا کینه به دلت میگیری؟ چون رد پاش هست هنوز شیطان. همین که داری میبینی باید اینقدر دعا کنی، کلیسا بیای، کلام بخونی، با ایماندارا در تماس باشی، از روح پر بشی تا این رد پاش هم پاک بشه، هیچی نباشه در ذهنت، تا بتونی در آرامش باشی. نویسنده اعلام میکنه سکوت در مقابل بعضی از حرفا چقدر زیباست وقتی قرار است پاسخ را خدا بدهد. آمین. ما که سکوت نمیکنیم از ترسمون، ما که سکوت نمیکنیم به خاطر که بلد نیستیم، ما که سکوت نمیکنیم که بگیم مقصریم، ما سکوت میکنیم تا خدا سخن بگه. آمین. پس بنابراین به راحتی کینه آزردگیت رو دور کن و
مجال اینو نده که شیطان از اون شرایط نامناسب که مدام به دنبال این هست، شرایط نامناسب زندگی ما، سوء استفاده کنه و کینه رو در قلب ما قرار بده. یکی از مکانهایی که شیطان در صدد این هست آسیب بزنه و سرمایه گذاری میکنه خانواده است. به طور خاص عزیزانی که فرزندان کوچکتر دارن این رو باید بدونن که اونجا باید هوشیار باشن مبادا فرزندانشون به موقعیت هایی قرار بگیرن که گرفتار کینه و نفرت بشن. از این رو والدین در این رابطه باید به چند موضوع من اشاره خواهم کرد توجه کنم که مانع هر نوع احساس کینه توزانه نیز بشن. ممانعت از عدم توجه به استعداد و آزادی. خدا انسان را آزاد آفریده. حتی من به عنوان کشیش و شما به عنوان یک ایماندار بهترین تعلیم رو به بچه هامون میدیم، اما هرگز نباید اونها رو جبرن مسیحی کنیم. هرگز نباید تمام درها رو ببندیم بگیم همینه، حقیقت همینه. آمین که ما میدونیم حقیقت اینه، اما کی ما فهمیدیم؟ من 30 سالم بود فهمیدم. نمیدونم شما چند سالتون بود فهمیدید. من 33 سالم بود، عذر میخوام، 33 سالم بود فهمیدم. پس این آزادی رو نباید بگیریم از فرزندانمون. حقیقت رو بهشون میگیم، کنار میستیم تا خدا کار کنه. بازم نترسید، خدا کار میکنه، نگران نباشید. پدر من یکی از بهترین معلمان زندگی من بوده و هست. در کناری که شخص مسلمان و متعصب و مبارزه سیاسی اسلامی بود، وقتی که 6-7 سالم بود نماز رو کاملا به من یاد داد، به من گفتش که رسول هرگز بهت نمیگم نماز بخون و هرگز صبح زودم از خواب بیدارت نمیکنم نماز بخون. گفتم چرا بابا؟ گفت به خاطر این که میخوام خودت درک کنی. گفتم حالا چه اشکال داره بیدارم کن؟ گفت نه، من میخوام ببینم خودت این درک رو داری یا نه، شاید من اشتباه کردم. خیلی جالب بود. پدرم گفت شاید من اشتباه کردم و همین باعث شد من یک مسلمان متعصب بشم تا جایی که حتی تیر بخورم به خاطر باور اسلامی. از آزادی که پدرم به من داده بود این نگرش رو پیدا کردم. پس آزادی فرزندانمون رو نگیریم، چون خدا آزاد آورده. میگم بهترین تعلیم، سلیمان هم همینو میگه. سلیمان میگه فرزندان خود رو تعلیم بدید حتی اگر منحرف شدن نگران نباشید، برمیگردن. نگران نباشید، اعتماد کنیم به خدا. میتونیم بهش اعتماد کنیم؟ چرا که شیطان میاد از اون احساسی که بچه داره، آره به زور هست، یک کینه در قلب او قرار نشه تا آخر عمر با او باشه. اینو قبلا هم از من شنیدید. پدری به زور فرزند خودش میبره برای کوهنوردی، وقتی میبره آخر بالای اون کوه سکو، میگه پسرم اصلا هیچ میلی نداشت، میگه پسرم بیا اینجا نگاه کن حالا این پایین چقدر قشنگه. میگه بابا من که از اول گفتم همون پایین باشی. وقتی درک درست نباشه ما نمیتونیم حتی حقیقت رو به فرزندانمون خوب انتقال بدیم. نکات دیگه رو بهش اشاره خواهم کرد که شرایط نامناسب نسبت به استعداد و خواسته های آنها هست که این شرایط رو ایجاد کنیم برای بچه هامون. این گونه نشه که حتما خود ما هم شاید در این صحبت ها کردیم که میگیم که آره اگه شرایط واقعا زمان بچگی من بود، من فلان یه خواننده محبوب میشدم، من تو این رشته رشد کرده بودم. و این توجه ها رو نیز باید داشت، دوری از تعالیم سخت و دشوار و اینکه تحمیل کنیم همون گونه که گفتم نظریات خودمون رو. به طور خاص ما ایرانی ها تا اونجایی که ما بچه بودیم یادم هست همه پدر مادرها میگفتن بچه ها باید چی بشن؟ دکتر بشن. حالا نمی... همه دکتر میشدن، بس کی میرفت میشه دکتر؟ همه هم به خاطر که دکتر بشن که ثروتمند بشن، یعنی موضوع دیگه ای نبود که یه پوزیشن خوبی نیز داشته باشن. توجه به درست و منطقی بودن نسبت به نیازهای عاطفی و مالی برای بچه ها، مقایسه ناحکیمانه فرزندان با دیگر
کودکان نیز میتونه آسیب بزنه. اینکه بر فرض مثلا یه پسرعموی تو چقدر بهتر از توه، ببین پسر دایید به یه جایی رسید تو هنوز نرسیدی دیگه. اگر بین فرزندان، بین خواهر و برادر قیاس بکنیم، دوری از هر تبعیض خواسته یا ناخواسته در بین کودکان که معمولا متاسفانه اتفاق میفته. من خودم در زمان کودکی همیشه فکر میکردم مادرم یا پدرم یکی رو بهتر دوست داره، لذا این اصلا حقیقت نداره. وای برای این که حقیقت داشته باشه، آسیب میزنه و دلیل کینه در قلب او خواهد شد. ممانعت از تنبیه‌های جسمانی، روحی، روانی، دوری از سرزنش و تحقیر نمودن کودکان، توجه به تشویق و ایجاد اقتدار به مناسبت سن اون افراد، ایجاد فضای گرم و صمیمی در خانه، پرهیز از خشم و خشونت که کلام خداوند مدام میگه فرزندان خود رو به خشم نیاوریم. و ویلیام شکسپیر اعلام میکنه بر این باور هستم که سرنوشت انسان را فقط محبت مشخص میکند و بس. اما متاسفانه ترویج کینه و تلخی در وجود انسانها دلیلی شده تا شیطان بتونه به راحتی در بین انسانها نه تنها جدایی ایجاد کنه، بلکه اونها رو تشویق کنه به وسوسه ها و خوی و منش بد، رفتاری که باعث آسیب آنها خواهد شد و مجال یک آرامش و امنیت رو به انسان نمیده. برای ما که در مقابل شیطان ایستاده و داریم دعا میکنیم و از روح خدا میخواییم این برکت آرامش رو بگیریم تا دلی تازه داشته باشیم، این فرمول حل شده. اما برای مردم دنیا این فرمول حل نشده و به من و تو نیاز دارن، نیاز دارن به من و شما که به اونها نشون بدیم که دلهای ما بدون کین است. به اونها نشون بدیم ما در آرامش زندگی میکنیم. نوع زندگی من و شما کمک کنه که اونها به مسیح ایمان بیاورن و خدای حقیقی رو بشناسن تا بدون کینه جهان نیز به سر ببره. شاعر نیز اعلام میکنه به نام خداوند رنگین کمان، همون خدایی که با نوح عهد بست، رنگین کمان رو گذاشت، گفت دیگه شما رو به این روش آب هلاک نخواهم کرد. به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان، خداوندی که به توسط فیض مسیح ما رو بخشید. خدایا به ما مهربانی بده، دل ساده آسمانی بده، دلی صاف و بیکینه مانند آب، دلی که تازه شده باشه به توسط روح القدس، دلی روشن و گرم چون آفتاب، که وجود ما از روح مقدس خداوند لبریز بشه و بتوانیم با فیض خداوند زندگی بدون کینه و زندگی در آرامش و امنیت نیز داشته باشیم. و این فقط یک کلام نیست، فقط یک پیام نیست، بلکه عملا ما شاهدیم در وجود من کار کرده. آیا در شماها کار کرده؟ به ما کمک کرده دست از کینه ها برداریم؟ به ما کمک کرده تولد تازه داشته باشیم؟ آمین. و باز نیز بایستیم نسبت به این فرمان. از کیانای عزیزم میخوام لطفا با من باشن. کیانا جان خدا رو شکر برای وجودش، میتونید به افتخار کیانا جان دست بزنید. دختر برادر هادی عزیز، خواهر زری عزیز و خواهرشون ملینا عزیزم، کیانا جان بفهم. درست در این زمانی که قرنطینه بود، کیانا که قبلا هم در کلام بود، کلیسا می اومدن، اتفاقا بیشتر به خدا چسبید. اتفاقا بیشتر این خانواده که خدای شکر برای والدینش خادیجان، زریجان، توی خانواده یک برنامه دیسیپلینی دعا گذاشتن. رابطه با کلیسا بود، رابطه با ایماندارا بود، در دعا و در کلام بود و بعد اتفاقای زیبا و زیبا. بفهمید خواهش می‌کنم. آره می‌خوای ماسکتو بردار دیگه، الان اینجا آزاده بدون ماسک. من اسمم کیانا هستش و میخوام گواهیم رو با شما شیر کنم امروز. قبل از اینکه شروع کنم، من فارسی موقع خوب نیست جانم. خیلی خوبه، خیلی خوبه، به افتخارش. هللویا.
میخوام این گواهیمو به شما بگم برای اینکه نام خداوند رو جلال بده. آمین. او شایسته است. یک سال پیش خیلی دیپرس بودم به خاطر درسان با زخم معده‌ام. انقدر دیپرس بودم که اصلا دیگه نمیخواستم زندگی کنم جان. و میخواستم خودم راحت کنم جان. و خیلی زندگیم بی‌معنی بود. همین پارسال خریدم. تا اینکه قرنطینه شروع شد و بعدش خواب مسیح دیدم که به من گفت دخترم من به زودی میام. هاللویا هاللویا آمین هاللویا هاللویا. و بعدش قلبم نم شد و از فرداش تصمیم گرفتم که با خداوند رابطم رو نزدیک تر کنم. آمین. و شروع کردم بایبل خوندن، پرستش کردن و با خانوادم هر شب جلسه دعا گذاشتیم که کلام رو میخوندیم و پرستش با دعا میکردیم. شکر شکر. و میخوام بهتون بگم که اون روز که قلبم لمس شد تمام وجودم با پر از شادی شد و از فرداش از تمام اسارتام آزاد شده. کار مسیح همینه. یه خوابی داشتم دیروز که خواب مسیح داشتم دوباره که میخوام باهاتون شیر کنم. دیروز من خواب داشتم که توی مهمونی بودیم با یه دون از دوستای ایمان دارامون که توی این چرچ میاد و میخواستم توی این مهمونی بودیم پر از آدم ها بودن همش یه پاردی بود که بیشترشون خیلی مسیح نمیشناختن و توی یه جای وازی بود من رفتم طرف یه جای روی روفتاپی بود و بعدش من رفتم یه ذره جلوتر که برم ویو رو ببینم و بعدش دیدم تو آسمون یه چند تا انجل که فرشته بودن داشتن بال میزدن طرف من. بعدش همون دقیقه مسیح رو دیدم که به من گفتش که میبینی خیلی آدم ها هنوز منو نمیشناسن و از جهنم خیلی نمیترسن. بعدش همون دقیقه بلند شدم که فهمیدم که ما مسیحا نور هستیم تو این دنیا. که ما باید به آدم ها خبر خوش نجات رو بدیم چون که اگه ندیم خیلی بد میشه و باید بدیم تا میتونیم. آمین 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 آمین. تموم شد مطلبتون. خدا به شما برکت بده. مرسی مرسی مرسی. من میدونم کیانای عزیزم در کنار این که خب خدا اونو ملاقات کرده اما پیگیری های خودش بوده. آمین. والدین در این قسمت نقش داشتن، کلیسا در این قسمت نقش داشته که فکر میکنم با ساحل جان شما در تماس هست، هر جمعه با هم کلاس داره، حالا ساحل هم با شادی جان کلاس داره و این زنجیرواره که داره دومه تیموتائوس 2:2 انجام میشه. به کسانی بیاموز که میتونن به دیگران بیاموزن تا همه نجات پیدا کنن. و امروز این خبر خوش نجاتی رو که کیانای عزیزم داره اعلام میکنه همین بشارته، همین گواهیه. پس خواهش میکنم این پیامی که ایشون داره میده فقط برای کشیش رسول نیست، فقط برای شماها نیست، فقط برای شماها هم که روی فیسبوک و اینستاگرام هستید، برای همه ایمانداران هست که ایمانداران خبر خوش نجات رو به گوش همه انسانها برسونن. سپاسگزارم. مرسی. مرسی. خیلی موقع هست ما میگیم امروز میریم، فردا میریم، حالا بعدا بشارت میدیم و حتی
عزیزان سوء تفاهم نشه خواهش میکنم، اما عزیزانی هستن مثلا به من میگن براتون ما خیلی دوست داریم ده یک رو هدایا بدیم، ولی الان وضعیت مالی ما خوب نیستش. فکر میکنن ده یک به هدایا برای زمانی که آدم وضع مالیش خوب بشه. اصلا چنین چیزی تو کلام خدا نمیگه. کلام خدا میگه اون پیرزنی که هیچی نداشت فقط یه سکه داد، گفت اون از همه بیشتر داد، چون هر چی داشت داد و خدا اون رو برکت خواهد داد. پس بنابراین نمیتونیم بگیم موقعیت امروز من نیست برای بشارت، من خیلی نمیدونم. چرا؟ شما میدونید که چگونه مسیح ایمان آوردید و باید شروع کنید. خداوند ماها رو صیاد خونده. آمین. صیاد یعنی چی؟ تو قوم میشه ماهیگیر. اینجا چی میشه؟ همون ماهیگیره. ما ماهیگیر هستیم. یه شخصی داشته ماهی میگرفته و یه دفعه رو اونجور رد میشه، میگه ببینم چند تا ماهی گرفتی؟ میگه راستیتش یه ماهی اگر الان بگیرم با اون 19 تا که قراره بعدم بگیرم میشه 20 تا. ما که اینجوری نمیتونیم خدمت کنیم. خدمت اینه. کیانای عزیزم پریشب این خوابو دیده، دیشب پریشب این خوابو دیده، دیروز به من زنگ زد، امروز اومد گواهی شد. همین نیز بشارت است. اما بریم با هم دیگه آخرین آیات رو داشته باشیم. نامه غلاطیان 5:16-26 رو زوره جان لطفاً بخونید. میتونید چراغای وسط هم روشن کنید اگر سخت است براتون خوندن، که ما چگونه میتونیم دلمون تازه بشه. این دل تازه هست عزیزان باعث میشه ما بدون کینه زندگی کنیم، بدون نفرت زندگی کنیم، ما بتونیم ببخشیم. نامه غلاطیان 5:16-26. میکروفون رو فقط روشن کنید. میکروفون. اما میگویم به روح رفتار کنید، پس شهوات جسم را به جا نخواهید. یعنی با هدایت روح القدس، با هدایت روح، برای هر کاری لطفاً خواهش میکنم. بازم بارها از من شنیدید، ما خیلی موقع تصمیماتمون رو میگیم تموم میشه، مثلا کار انجام شده، ازدواج میکنیم، همه بعد که تموم میشه بعد میگیم زنگ میزنیم به کشیشمون، به یک ایماندار، میگه میشه دعا کنید اراده خدا رو؟ چی شد؟ تموم شد دیگه چه اراده خدا؟ حالا میترسی؟ حالا نگرانی برای کاری که کردی؟ اراده خدا رو میخوای؟ یعنی تو مشکلات که افتادیم دنبال خدا میریم. اگر حقیقتا میخوایم با روح زندگی کنیم باید دعا کنیم برای هر چیزی. مزمور 127، خانه رو که خدا بنا نکنه بی خودی بنا زحمت میکشن. منظورش من و شماییم و نه مردم دنیا. خدا امروز انتظارش از من و شماست که اجازه بدیم بنا کننده زندگیمون فقط اون باشه. بله، زیرا خواهش جسم به خلاف روح است و خواهش روح به خلاف جسم. خواهش جسم به راحتی به اسارت شیطان گرفته میشه تا کینه و نفرت درش قرار بگیره. بله، و این دو با یکدیگر منازعه میکنند، به طوری که آنچه میخواهید نمیکنید. اما اگر از روح هدایت شدید زیر شریعت نیستید و اعمال جسم آشکار است. یعنی نه که شریعت بده، داره میگه تو امروز حکمتی داری ماورای شریعت. شریعت خوبه، اما در شریعت نکن بکن بود، این کار نکن، این کار بکن. اما میگه به توسط روح القدس قدرتش هم به تو داده میشه. فقط کلام خدا نمیگه کینه به دلت نداشته باش، به توسط روح القدس قدرتی به تو داده میشه که کینه به دلت نداشته باشی به هیچ وجه و بتونی اونو پس کنی. بله، یعنی زنا، فسق و ناپاکی و فجور، بت‌پرستی، جادوگری، دشمنی و نزاع، کینه و خشم و تعصب و شقاق و بدعت ها. که همه اینها درسته که کلام خدا میگه ریشه همه اینها طمع است، اما فراموش نکنیم شیطان از خدا کینه داره. کینش رو نمیتونه در برابر خدا اعلام کنه، ابراز کنه، میاد از ما استفاده میکنه. کینش رو سهم قسمتی از قلب ما میکنه تا ما ناخواسته حتی با خدا بجنگیم، باعث آزار خدا بشیم، باعث غم خدا بشیم. همون گونه که آدم و حوا در باغ عدن این کارو کردن، دل خدا رو رنجوندن. بله، حسد، قتل، مستی، لهو و لعب، امثال اینها که شما را خبر میدهم، چنان که قبل از این دادم که کنندگان چنین کارها وارث ملکوت خدا نمیشوند.
لکن ثمره روح، محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، نیکویی و ایمان، تواضع و پرهیزکاری است. که همه اینها به عنوان یکی از میوه، فقط میوه روح القدسه که ویتامیناش داره نشون میده. بله؟ که هیچ شریعت مانع چنین کارها نیست و آنانی که از آن مسیح میباشند، جسم را با هوس‌ها و شهواتش مصلوب ساختند. اگر به روح زیست کنیم، به روح هم رفتار بکنیم. آمین. لافزن مشویم تا یکدیگر را به خشم آوریم و بر یکدیگر حسد بریم. آمین. آمین. چرا که محصول و ثمره کینه هستش که باعث آزار هم میشیم. حالا هم منظور ما نیست، منظور میتونن انسانهایی هستن که در برابر اون هستن، احساس میکنیم نسبت به اونها ناراحت هستیم و یا کینه داریم. این دروسی که امروز تمومش داریم میکنیم با فیض خدا تا 2 ساعت دیگه، نگران نباشید، از زمان قرنطینه شروع شده، در طول این حدود 4 ماه که پرداختیم به یکی از بیتای شعر سعدی که سعدی یا گر بکند سیل فناخانه دل، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. به 4 نکته در اون فصل پرداختیم، اما گفتیم این دله که کلام خدا میگه مریضه، آخه این دله رو چجوری من قویش کنم؟ مریضه، قوی نمیشه، احتیاج به عمل جراحی داره. و در این 4 فصل نیز به اون پرداختیم که بتوانیم با فیض خداوند دلهامون رو قوی کنیم. خواهش میکنم روی یوتیوب عزیزانی که نبودن، جلسات رو ندیدن، برید برای سلامتیتون، سلامتی روح و جسم و روان و امید به رستگاری. بریم این 4 نکته رو نیز داشته باشیم. 4 نکته فصل دوم ما هست البته که نسبت به دلی تازه است. ثمره روح خدا و دلی تازه در انسان، گر که دل تازه شود با روح خدا، چهره تابنده شود از روی خدا، فارغ از شک و معمای روزگار، آزاد گردد دل با شناخت خدا. نکته دوم، گر که دل تازه شود با روح خدا، حس آکنده شود از مهر خدا، فارغ از سرزنش و هر شکست روزگار، آرام گردد دل به فیض خدا. نکته سوم، گر که دل تازه شود با روح خدا، ذهن پرورده شود از کلام خدا، فارغ از جعل، یعنی دروغ، فارغ از جعل و جهل روزگار، هوشیار گردد دل با حکمت خدا. و نهایتا نکته آخر، گر که دل تازه شود با روح خدا، خوی که اخلاق هست، البته خوب تنهایی اخلاق میشه اما معمولا یه رو به خودش میگیره، خوی زیبنده شود از ارشاد خدا، از هدایتهای خدا، فارغ از کینه و تلخی روزگار، شفا گردد دل با رحمت خدا. آمین. آمین که ایمان داریم که خداوند مطابق فیضش، ما که ایستادیم تا دلمون رو به پوری روح القدس پاک کنیم و تازه کنیم، رو برکت خواهد داد. بریم آخرین آیات رو هم نیز بشنویم. نامه کلوسیان 3:12-14 و بعد میخواییم دعا کنیم. نامه کلوسیان 3:12-14 آماده هستیم دعا کنیم برای تمام آزردگی های دلمون از هر چیزی. میدونید والدین از بچه ها آزرده میشن و با آزردگی هاشون زندگی میکنن و بچه هایی رو که آرزو داشتن به دنیا بیان بزرگ بشن، نه همه والدین رو، بعضی موقع ها بعضی از والدین از بچه ها آزرده میشن و این یک کینه توی دلشون میمونه و باعث رنج اون والدین میشه. پس به هیچ وجه مجال اینو نباید بدیم، در هر جایگاهی که هستیم با کینه زندگی کنیم. بله بفرمایید. پس مانند برگزیدگان مقدس و محبوب خدا، احشای رحمت و مهربانی و تواضع و تحمل و حلم را بپوشید. اینجا نمیگه یعنی مثل، اینجا داره میگه شما برگزیده شدید، شما فرزند خدا هستید. آمین. شما نور و نمک هستید. آمین. شما شاهزاده هستید. شما پادشاهان هستید. آمین. هاللویا. بله. و متحمل یکدیگر شده همدیگر را عفو کنید. آمین. ببخشیم. چرا ببخشیم؟ نکنه با کینه زندگی کنیم. بله.
هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید، هر دلیلی که داری، بله، چنان که مسیح شما را آمرزید، شما نیز چنین کنید. مسیح میلیون ها دلیل برای من داشت که منو نبخش. حتی همین الان هم دلیل داره. اصلا من میگه تو دیگه خدمت بکن، چون من میدونم شایستش نیستم. اما فیض شامل من شده، این فیض باید در من کار کنه برای شماها. پس فیض شما برای دیگران کار کنه. آمد. دیگران رو ببخشید. دیگران در محبت قرار بدید تا معجزه خدا اونجا آشکار بشه. بله؟ و بر این همه محبت را که کمربند کمال است بپوشید. واو، محبت رو بپوشید. نه دلایل رو، نه منطق رو، محبت مسیح رو. بله؟ و سلامتی خدا در دلهای شما مسلط باشد. آرامش داشته باشید. بله؟ که به آن هم در یک بدن خوانده شده اید. آمین. و شاکر باشید. آمین. کلام مسیح در شما به دولتمندی و به کمال حکمت ساکن بشود و یکدیگر را تعلیم و نصیحت کنید به مزامیر و تسبیحات. ممنون. میتونید برای کلام خدا دست بزنید. لطفا.